خب درود بر شما دوستان عزیز، این فرصت شد بیرونم و به کارام برسم. کلی کار دارم، خسته شدم، دیشب همش رانندگی کردم. دم همگی گرم، زنده بشید. خیلی ممنون از دوست اولی که اومد بیاریمش بالا. دارم میگیرم قبول نمیکنه عزیز، دارم میگیرم قبول نمیکنه. دم همگی گرم، خیلی ممنون. الان چرا لایو آخه؟ الان چرا لایو؟ چرا لایو نباشه؟ وقتی که بیکار میشم فرصت پیدا میکنم فورا میام توی لایو. خب بقیه شما فهمید بالا. درود بر شما. خب اومد بالا رفت پایین. خب دوستان دیگه، آقای محمد، آقای محمد بفرمایید، بفرمایید شما بالا. آقای محمد نیومدی؟ چه درخواست میدی؟ شما بفرمایید. آقای پیزی چی نمیدونم، من دور دارم میبینم. بفرمایید بالا. سلام علیکم. درود بر شما، زنده باشید جونم. حال شما خوبه؟ سلامت. قربونتون برم. یه موضوعی که میخواستم بگم دست درمان غرب بود. دستی گفتید چیز درمان غربی و اینو مشکل داره سیستمشون، ولی خب لااقل هرچی هست از نظر پیشگیری و قرنطینه و اینا خیلی جلوتر از ما هن. یعنی به هر حال یا مردمشون خیلی متمدن ترن یا به هر حال نمیدونم دولتاشون خیلی بیشتر چیز میکنن، اقتدار دارن یا هرچی. ولی خب ایران تو این زمینه به هر حال نمیدونم، حالا دولت مشکل داره یا رهبری مشکل داره یا سپاه مشکل داره، اینا نمیتونن این کار رو انجام بدن. حالا میخواستم بگم که به هر حال این طوریه تو ایران، هیچ کسی رعایت نمی کنه. من تو 10 سالی که اینجا زندگی میکنم من احساس کردم اصلا بوی ادرار اینا میشه ازش عطری هم درست کرد به عنوان اتکلون زد. اینا خیلی تو همه چی از ما بهتر هستن. شما درست میگید. نه خب به هر حال حالا مردمشون که نمی، ولی اینجا اصلا رعایت نمی کنن. کسی که مثلا میگم قرنطینه رعایت میکنن، اینجا دارن شدید رعایت میکنن و میگم اصلا کلا این غربیا همه چیزشون از ما بهتره. مورد دیگه ای هم هست عزیز؟ نه فقط میخواستم بگم که این طوریه، اونطور که شما میگید همه چی گل و بلبل و اینا نیست. میگی ایران خوبه، ایران فلان. به هر حال دمتون گرم، زنده باشید. امید دارم قربونتون برم، زنده باشید. ببینید این مشکل، مشکل غرب زدگیه دیگه. از یه طرف میگن باید علمی بحث بکنیم. من دیگه حتما یه آدمی ام که در برابر جریانات خیلی تندرو مذهبی، در برابر جریانات غربگرا، در برابر جریانات برانداز اصلا دیگه نمیتونم خیلی در استایل جدی بایستم. از یه طرف همین افرادی که خب غرب زده هستن و اینا میگن که بیاید علمی بحث کنیم. طبق آمارم الان شما نگاه کنید، بر اساس جدولم نگاه کنی، ایران تونسته بیشترین ریکاوری رو بعد از چین داشته باشه که نشان دهنده موقعیت درست پزشکی در ایرانه. یعنی حداقل الان یه اتفاقی افتاده، همه دنیا دست به گریبانن و داره نشون میده که ایران عیارش چیه. باید هم بیاییم بگیم آقا غربی ها خیلی متمدنن، اینا دیگه تمدنشون هم دیدیم دیگه. چی بگم دیگه؟ ببین مثلا یه سری چیزا رو روشنه، من بحث نمی کنم، چرا میخوام انرژی خودم رو تلف کنم بحث کنم؟ من تو برنامه هم حرف هم میزنم، اینجا میام دوستان رو میانم بالا که یه هم دیالوگی بشه، هم در یوتیوب دوممون این گفتگوهای اینستاگرامی رو بزنیم، هم یه ارتباطی باشه که من زیاد فاصله نگیرم چون از ایران خیلی دورم، میخوام فاصله هم نگیرم با جامعه. درود بر شما، بفرمایید. الو جانم. الو شما برو بالا. اومدی بالا حرف نمیزه. خب دوستان دیگر من بیارم.
چون مثلا بحث کردن میدونی بعد وقتا فایده نداره. مثلا بحث چی میخواییم بکنیم؟ حالا بعضی بیمارن اینا دوستان علکی مناظره کنن بحث. خوب هستی، زنده باشید. ممنون آقای دانو. من میخواستم در جواب همین آقایی که اومدن گفتن که پیشگیری غرب خیلی بهتره و اینا، میخواستم بگم که من تو ایتالیا هم. بعد زمانی که دو بچه ایتالیا کجا ایتالیا هستی؟ کجا ایتالیا هستی؟ سینا هستم. سینا کجا میشه؟ توسکانا شمالش یعنی میشه؟ بله نزدیک فلورانس هستم. آه فلورانس که خیلی قشنگ. فلورانس اومدم. بله. بعد میخواستم بگم که زمانی که جوزپ کانته این قانون قرنطینه رو گذاشت، خود آلمان و فرانسه و اینا توی خبرگزاری‌هاشون کلی مسخره کردن ایتالیا رو. کلی فکر کنم فرانسه بود که حتی کاریکاتور هم کشیدن برای توهین به ایتالیا، که میگفتن شما بدهی دارید پیت کار کنید، چون به بهونه‌ای که نمیخواید کار کنید قرنطینه گذاشتید. خب بعد هم اینا میان مثلا کشور ما رو مسخره میکنن، میگن که شما چرا قرنطینه نمیکنی، شما آمار نمیدید. الان غرب همینه، هر جا به نفعش باشه قرنطینه اونجا چیزا خوبه، هر جا به نفعش نباشه میاد مثلا ما رو مسخره میکنه، ما جهان سومیم. حالا اینکه آقای دستشون رو شد، ببین سر بحث کرونا دیگه دست تمام کشور غربی رو شد. همون ایتالیا الان رفت، اتفاقا الان ایتالیا از ونزوئلا هم درخواست کمک گرفته برای پزشکی. آره از ونزوئلا حتی اسپانیا. دقیقا ببین، در حالی که مثلا من که خب حالا کشور رو خیلی خوب گشتم اینا، ایتالیا و اسپانیا علاوه مردم و شرایط و حتی سیستم پزشکیشون خیلی بهتر از اروپای شمالی هن. حالا درسته شما تو آمارا میبینی که اروپای شمالی و اینا خیلی شاید بهتر باشن، چون ایتالیا یا اسپانیا یا هم یه جورایی مثل ما اعتماد به نفس چیز ندارن در برابر این اروپای شمال غربی. یعنی یکی از سوئد که میاد ایتالیا، ایتالیایی‌ها بهش یه حالت پایین‌تر نگاه می‌کنن، یعنی اونو بالاتر از خودشون می‌بینن. آره. در حالی که تو عمل ایتالیا خیلی وضعیت پزشکیش خیلی به مراتب بهتر از انگلیس و چیز هست، سوئد هست در عمل، ولی الان شرایطش رو داریم می‌بینیم. آره خب، ولی خب دیگه فکر کنم هر کشوری عمل کردش بهتر باشه تو خیلی چیزا، مخصوصا جاهای دیگه مسخره میشه مثل آمریکا و آمریکای اروپای شمالی مسخره میشه برای اینکه همین اعتماد به نفس مردمش بیاد پایین. دقیقاً. خیلی خوشحال شدم اومدید بالا. مراقب باشید، ایتالیا همه دارن میگیرن اینا. دیگه الان ما قرنطینه ایم دیگه. یاری خود دوستان، من مجبورم لایو رو هی تون تون ببندم که سیو بمونه. اینو من میبندم دوباره برمیگردم. لطف کردید. خب ما مجبوریم لایو رو که هر دو تن رو میاریم بالا ببندیم که لایو سیو بمونه، به خاطر اینکه سیو نمیشه. اینقدر که تعداد میره بالا من میبینم که یه رفعه تعدادم زیاد میره بالا، برای همین مجبورم لایو رو ببندم که بتونیم همه دوستان رو بیاریم. خب بذارید دوستان رو بیاریم بالا. آقای زوی همچین چیزی. خیلی دوست دارم همه رو بیارم بالا ساعتا، منتها این پلتفرم اینستاگرام خیلی چیز بدیه، سنگین میشه میافته. سلام علیکم آقای دانو. سلام علیکم. درود بر شما. زنده باشید. شما خوب هستید؟ زنده باشید. آقا ما خیلی خوشحالیم شما رو داریم میبینیم. زنده باشی. بسه همچنین همه قلبم داره میزنه همین سری. نه فرده شما بشم. زنده باشی. آقای دانا من کلیپ های شما رو توی یوتیوب خیلی دنبال میکنم مدام، و اینکه میخواستم یه خسته نباشید بهتون بگم، و اینکه خیلی عالی هستید واقعا. زنده باشی. بسه شما دهن این ایران ستیزا رو سرویس کردید به معنای حقیقی کردم. و اینکه من فقط نگران جون شما های دانا، اونجا خیلی آدم وحشی وجود داره، و اینکه مواظب خودتون باشید، این پانکوردا خیلی آدم های وحشی هم واقعا ممکنه که به شما آسیب بذاره، و خیلی نگران این قضیه هم. خوشبختانه یه جایی هستم که این جنت پانکوردیس پولش رو ندارم باشن، یه جایی هستم نمیتونن اینو باشن. آقا خیلی ممنون از شما، من واقعا شما رو دوست دارم و شما رو دنبال خیلی ممنون. زنده باشید. شما ایران هستید؟ من بله بله من ایران. کجا ایران؟ ما عراق. میدونید کجا؟ نه علی بابا، عراق. آره ما عراق زندگی میکنیم. به به به، بسیار عالی. خیلی خوشحال شدم اومدید بالا. خیلی ممنون از شما. زنده باشید. قربونتون برم. خدا حافظ. خدا.
خب دوستان دیگر من بیارم بالا. اگه میشه ما عراق ندونیم کجاست. عراق دیگه بفرمایید بالا. بفرمایید بالا شما دوست عزیز. خدا درود بر شما بفرمایید. سلام. درود بر شما بفرمایید. درود بر شما. سلام. تصویر ما رو دارین؟ تصویر شما یه تاریکی کامل مثل تیشرت منه. بلی نه من نمیدونم چرا نیست تصویرمون. حالا بفرمایید. اومد آقای دانا. درود بر شما. خوب هستی پسرم؟ زنده باشی. لست داری. من خیلی شما رو دوست دارم. خیلی چون حرفی رات میزنی و مواظب خودت باش. هر کسی میاد با حرف میزنه بدون مثل خودت نیست. خالص بلد. نیست. شفافیت نداره. الان اون آقایی که اومد باهات صحبت کرد رو دیدی؟ لایو قبلی؟ آره. اون نبود. بله بله. اون یه در مومنتور بوده انگاری. آه کلا میخوام بهت بگم حواستو جمع کن. زنده باشی. شما کجا هستید؟ ما ایرانی. بله کجا ایران؟ تهران. خود تهران. بله بله بسیار عالی. خسته شدیم. کی قرنطینه به نظر تموم میشه؟ والا خیلی فضای بدیه. فکر میکنم حالا طول بکشه. چند ماه؟ ای کاش که بحث چند ماه باشه. من فکر میکنم حتی بالای یک سال. نه بابا یعنی یه سال قرنطینه. حالا احتمالش هست به هر حال. خواه کجا بیاریم چون من پزشک نیستم. اینا پولم نمیدن آقای دانا. کجا بیاریم بخوری دیگه. بعد ببینیم در آینده چی پیش میاد. راستش واقعا هیچ کی الان نمیتونه پیش بینی کنه. قرارت زیاد میشه. شما الان نگاه کنین رهبرهای جهان از ترامپش بگیرید تا بوریس جانسون، یعنی تقریبا اینا در هر 24 ساعت یک استراتژی جدید دارن میدن چون هیچ کی نمیدونه چه خبره، داره دقیقاً چه اتفاقی میفته. برای همین مجبورن هی استراتژیشون رو در مورد مقابله با کرونا عوض کنن. برای همین من واقعا نمیتونم جواب بدم. درسته ولی من اخبارهای شما رو قبول دارم و خیلی خوشحالم که یه پسر گل یه پسر درستکار باش تونستم صحبت کنم. ما رو وردی بالا. خیلی ممنون. کانال تلگرامت هم داری. زنده باشی. لطف کردید شما. خیلی ممنونم. یه چیزی بهت بگم. من یه بچه دیابتی دارم. خب بیمه نداره. بیمهش تموم شده، یعنی مشمول خدمت شده. امسال بیمهش رو قطع کردن. بعد انسولین گیر نمیارم. بعد خودم بیکار شدم. کارم قضا بوده. بعد اصلا یه وضعیت خیلی فجیح. یعنی اگه اون چیزی که پس انداز کرده بودیم دیگه الان آدم به نظر من اصلا کلن آدم شفاف باشه صادق باشه خیلی بهتره تا بخواد بیاد کلاس بذاره و دروغ و دغل و این حرفا. من صداقت و بالاترین چیز توی یک انسان ببینم، یعنی گفتار نیک، پندار نیک، کردار نیک و واقعا قبول دارم. هر کسی هم اینجوری باشه واقعا دعاش میکنم. به هر حال دستتون در نکنه. خیلی لطف کردید اومدید بالا. زنده باشید. فقط به خبرهای خوب به ما امیدوارم بدی. به یاری خدا. به یاری خدا. انشالله که زودتر درست بشه. خداحافظ. ممنون. زنده باشید. خیلی کوتاه سری صحبت کنم. خیلی دمتون گرم. صحبت خیلی سازنده‌ای بود. خیلی عالی بود. امروز یه فکر کنم 2 ساعتی شد صحبت کردیم اومدیم اینجا. 2 ساعت بیشتر شد. و دمتون گرم. دمتون گرم. صحبت سازنده‌ای بود. منتها دیگه میترسم کسی رو بیارم بالا چون شارژ گوشیم خیلی شدید چیزه. شارژ گوشیم خیلی شدید داغونه. یه نفر دیگه رو میارم بالا یا نه یه نفر دیگه بعد ازشون هم میارم بالا که جمع کنیم. درشان فرمید. سلام آقای دانا خوب هستین؟ درستم. من خواستم فقط بهتون خیلی کوتاه میگم که اون لایوتون با اون آقای حزب اللهی بسیار بسیار مفید بود، عالی بود. هر دوتاتون خیلی عالی صحبت کردین و اینکه اون آقایی هم که ازش نام بردین که حالا ازتون چند تا کلیپ درست کرده، من لایوشون رفتم. متاسفانه هر وقت میری با ایشون صحبت میکنی دوست داره به حرفات جهت بده، یعنی دوست داره تو رو بگه که به یه بشه. ببین قربت برم، اون حتی اگه زرتشتی هم بود من همینه. من اتفاقا چهره زرتشتیش هم داریم اتفاقا. یعنی یکی از گفتم توی فرانسه
مدل زرتشتی هم ببین بیماره دعوا را انداختن بیماره شما نه اصلا الان بحثش با منه. قبلا هم که من یکی دو بار رصد کردم ببینم چه خبره، دیدم این کلا از این راه داره ارتزاق میکنه. یعنی چی؟ یعنی دوستان معروف بشه. چجوری معروف بشه؟ هر کی رو بیاره بالا باش دعوا کنه، نه شما رو بره بالا بگو الف این دعوا میکنه میگه ب درسته، بگو ب دعوا رو هم میندازه میگه الف درسته. من فقط خواستم همینو بگم که بچه ها مثل من گول نخورم برن لایبش، چون من رفتم لایبش که ببینم حرف حساب چیه. اینجا آدم ها رو همون کاری که نظام جمهوری اسلامی باشون کرده باید کرد. نظام جمهوری اسلامی یه هوشمندی کرد با این بخش از تونرا، اینها رو به حاشیه برد، یعنی نگاه نمیکنه اینا رو، به حاشیه برده، از مؤلفه های قدرت و مسئله سیاسی اینا رو محروم کرده، محدود کرده. اینا رو برای بقبول مثل چی میمونه؟ این آدمی که شما میگید نام حالا نمیخوایم بیاریم، مثل یه سنگی میمونه وسط جاده. حالا اگر شما کار نداشته باشی، وقت اضافه داشته باشی، ماشین رو پارک میکنی میری این سنگ رو برمیداری میذاری کنار را تو میری. ولی من یه خورده چون کار دارم وقتم کمه دیگه وقت نمیکنم، معذرت میخوام، نمیتونم سنگ رو برم وردارم، ماشین رو میذارم کنار و بغل سنگ رد میشم. دقیقا همینجوره. اتفاقا من اون روز داشتم از آخونده دفاع میکردم تو لایوش، یهو برگشت یه جور جواب منو داد، نه تو اینجوری فکر میکنی، آخونده اینجوری هم که تو فکر میکنی خوب نیستم. گفتم بابای من بیجا کردم اومدم لایو تو، آخوندم دفاع کنی همینجوری؟ نه این آدم بیماره و آدم کسی جدیش نمیگیره، میخواد خودش رو جدی چیز کنه. و خیلی جالبه ویدیویی که ساخت برای من، اصلا کار به محتواش ندارم درسته یا غلطه چون خیلی مزخرف گفت، ولی کلیپی که درست کرد علی من، چون صبح همون ویدیوی من و صدا و سیما گذاشته بود و من 2000 تا برنامه دارم، خیلی جالبه، این عد اون برنامه رو اومد ویدیو کرد. چرا؟ یعنی از صبح تا بعد از اون نکشون، انقدر این آدم حسوده. یعنی به محضی که صدا و سیما گذاشت توی اینستاگرام، این بلند شد رفت همون ویدیو رو شروع کرد نقد کردن. آقا امیدانا دروغ میگه، فالوورای بی بی سی صدای آمریکا واقعیت داره. کارش اصلا به جایی نمیرسه، مطمئن باشین انشالله پایندو سوارم باشین. گفتمان این جماعت یه گفتمان عقیمیه، نه اینا که نه خودش جدنه، اینا گفتمانشون نگاهشون اولا جذابیت نداره، ولی میخوام بگم این آدم رو عقیده این کار نمی کنه. یعنی واقعا این آدم مشکلات اگه کسی باهوش باشه میفهمه، اگه کسی باهوش باشه یه بار لایوش بره میفهمه. به خدا نیازی به باهوش بودن هم نیست، آدم تا نگاه کنه میفهمه که این آدم دنبال یک بحث سازنده نیست، این آدم با ایجاد دافعه میخواد برای خودش یه دونه. مثلا من اگه خیلی ها رو زدم، اینا داشتن خیانت میکردن، پول خارجی میگرفتن، بعد من برای یه گفتمان خیلی قوی تر خیلی ها رو زدم. این آدم نه، این آدم مثل یه آدم اینه که کور شده، اسلحه رو برداشته همینجوری رگبار میبنده. کاملا درسته. خلاصه که ما و دوستامون، حتی اون دوستام که سوئدن و آمریکا هستن و استرالیا هستن، ما هممون طرفدار شماییم. قربتون برم، زنده باشید. زنده باشید. من برم نوبت بقیه هم بشه. فراتون بشه. من دیگه گوشم شارژش تموم شد. قربتون برم. بدرود.